قسمت ششم فصل 3 سریال پوست شیر منتشر شد. تو این ویدیو قراره که با همدیگه نگاش بکنیم، بهش ریاکت داشته باشیم و در خصوص تئوری‌ها و فرضیه‌ای که ممکن استش صحبت بکنیم. اگر که طرفدار سریال پوست شیر هستید، دعوتتون می‌کنم که تا آخرین ویدیو همراه باشید. پس بزن بریم. درود به همگی، خوش اومدید به کانال مین ولاگ. همونطور که گفتم قسمت جدید پوست شیر منتشر شده، هرچند که من فکر میکردم با توجه به که دوباره این قسمت قراره که اکران مردمی باشه تو سینما پخش بشه، این قسمت قبلی که ساعت 2 مثلا همزمان با اکران پخش شد و منتشر شدش، این قسمت هم ساعت 4 که قراره اکران بشه اون وقت منتشر بشه. منتهای مراتب این اتفاق نیفتاده، همون ساعت 8 که همیشه منتشر میشد تو سایت قرار گرفت. از یه جهت خوبه، خب به هر حال بقیه چگونه کردن، شاید یکی نخواد بره سینما ببینه، باز شاید چند ساعت منتظر باشه. از یه طرف خب مثلا کسی بخواد بره زودتر بیاد، خب یه جوری هستش دیگه، ممکنه اسپویل بشه این وسط. من خودم جز اون کسایی هستم که با وجود اینکه قراره برم و ولاگش هم اتفاقا قراره بگیرم که اونم دعوت میکنه حتما ببینید، وسوسه شدم ببینم این قسمت رو زودتر از اینکه بخوام برم. خیلی کنجکاو بودم، یک هفته منتظر بودم که ببینم آیا نعیم شلیک میکنه یا نه، و کلی علامت سوال بی پاسخی که تو ذهنم بوده، میخوام ببینم که آیا جوابشو میگیرم یا نه. بر همین تصمیم گرفتم قبل از اینکه ولاگش هم بگیریم با هم دیگه ببینیمش. هنوز ندیدم، الان ساعت 10:40 صبح و میخوام تازه ببینمش و حالا وسطش جایی که مهم هستش پاز میکنم و در خصوصش صحبت میکنیم. حتما حتما تا آخر این ویدیو همراه باشید. اگرم که دوست داشتید ویدیو رو لایک بکنید، کانالم سابسکرایب بکنید و حتما تو کامنت ها تئوری ها و فرضیه خودتون هم بنویسید. نمیدونم چه اتفاقی میفته، اصلا آیا ما سرنخی دستمون میاد یا نه. حاجی لبخندش خیلی رو مخه، خیلی رو اعصاب لبخند میزنه. الان که محب و منصور رو دیدم، اگر که نعیم نکشتش که به احتمال زیاد به نظر نمیکشه، تقابل محب و منصور خیلی جذابه. فکر کنم یکی از دلایلی هم که لبخند زد به محب همین باشه که مدرکت کو، اصلا به چه دلیلی میخوای منو بگیری؟ چی ازم داری؟ نه اثر انگشتی ازم هست، نه خونه به نامم، نه ماشین به نامه. یکی از آدمایی که مرتبط بوده ماجرا نریمان که خودتون کشی تموم شد رفت، صمدم که نیست، یعنی کسی نیست در واقع رو من شهادت بده دیگه. بقیه هم که باشون حالا در ارتباط بودن که تماس از تلفن عمومی بوده، کسی منو ندیده دیگه. یعنی میخوام بگم که هیچ اثری ازش نیست. اون ویلا هم که آخرش خودش پاکسازی کرده بود. خیلی ولی داره کشش میده، حالا اینکه استرس سر میخواد به مخاطب بده جذابه ها. حالا من الان شده دارم صحبت میکنم استرسی نمیگیرم، ولی قطعا خب یه هیجان استرسی داره، منتها خیلی دیگه به نظرم داره آب میبنده بهش. نکنه میخواد بپره جلو تفنگش؟ یکی اومد گفت موهب میپره جلو تیر میخوره. نه اون بیشترف چه میخنده. خب رفت تیتراژ، حداقل مشخص شد که نمیزنه دیگه. نریمانو کشتی؟ تازه داره میپرسه که نریمانو کشتی؟ آخه عجیبه بابا، چند قسمت تو این آدمو داری میبینی، یه بار اومد خونت، یه بار خودت رفتی سر وقتش، اصلا دنبالش بودید به خاطر اینکه نریمانو گرفته بودن با اسلحه رفتن سر وقت نریمان، بعد تازه الان داری میپرسی که نریمانو کشتی؟ یه ذره دیر نیست آیا؟ آقا من یه سوال دارم، نمیدونم بازم بازی نویسنده است میخواد ما رو اذیت بکنه. خیلی داره رو ایمانوف میده که صدرا و رضا پهوان با هم داداشن ها، یعنی یه بار که خود مژگان اومد گفتش که فکر کن وقتی میبینمتون فکر میکنم که داداش حمید و حواست بهش باشه و اینا، یه بار که الان این داره میگه داداش حمید، یه بارم که رضا پهوان خیلی رو صدرا غیرتی شده بودش میخواست حواسش بهش باشه و اینا، نمیدونم نکنه واقعا داداشن. خیلی جالب میشه، ولی اینکه آیا ارتباطی به قضیه ساحل داره یا نه. کرده تجارت دختر، قاچاق اسلحه، قاچاق مواد مخدر، پولشویی، ارتباط با گروهک‌های تروریستی. ماشاءالله چه رزومه پرباری داشته. تو چی رسول؟ ولی من یه سوال دارم، آدمی که این همه کار کرده، یه رزومه پربار داره که با گروهک تروریستی کار کرده، نمیدونم پولشویی کرده و اینا، گیرش این وسط نعیم چیه؟ من دلیل انتقام از نعیم رو نمیفهمم. یعنی اگر که هر چقدرم روانی باشه، این انتقام از نعیم خیلی مسخره است، درکش نمی کنم. بابا تو خود داداش تو کشی، اگر که مثلا نعیمی اومد گنج وجود داشت، گنجا رو دور میزد میپیچوندش، این وسط به یکی تجاوز میکرد، صابر هم مثلا نعیم میکشتش، خب انتقام منطقی تر بود، نه اینکه تو خود داداش تو کشته باشی سر اینکه داداشت یکی دوست داره. خب دوست داره، اصلا تو روانی هم که هستی اینطوری باشه که همه رو باید کشته باشی سر اینکه مثلا با داداشت رفیق شده باشن، بعد همه رو میکشتی. یه ذره این عجیبه، و اینکه تو 15 سال صبر کردی که نعیم از زندان آزاد شه و بیا انتقام بگیری ازش، اونم دخترش رو بکشی. تازه نکشتیش ها، قبلش اصلا قرار نبود بکشتش، یه صحنه سازی کرده که مرده، بعد در صورتی که نمرده بود، بعد نگهش داشته باشه یه مدت بدون که اصلا کاری باشه، بلایی سرش بیاره. اگرم فکر کنم
پلیس نمیاد سر وقت ساحل و ببرتش، بعید میناسه میکشتش. خب این چه فازیه؟ این چه انتقامی میخواد باشه؟ درک نمیکنم این انتقامو. آدمی که انقدر خلافای خفن انجام داده، این وسط نعیم بدبخت چه گونه کرده؟ نعیم که تاوانش هم داد دیگه، زندانش رفت و میخواست یه تومه واسه نعیم بذاری به بهونه اینکه گنج پیدا کنی، نعیمو بفرستی زندان که نعیم زندانش رفت. دیگه بقیش چیه ماجرا؟ مدتی هم کلا بابا قید میشه. فکر کنم بابارم کشته. دیگه اینکه عمرو داره میکشه دیگه، همون بازجو شکایت از این چیزی در نمیاد. این لبخنداش خیلی رو اعصابه ها. دارم روانی میشم سر لبخنداش. هویت دینی و اثر انگشت تو محل زندانی شدن مقتول صاحب بالایی تایید کرد. احمق این چی؟ فقط نمونه جزئیات پرونده. وای چرا لبخندش رو مخه؟ علت خندش میدونین چیه؟ میفهمه داره رسول چرت میگه دیگه. اصلا عجیبه که خود رسول هم اینو گفت. چقدر پلیس پرت تو ماجرا. اصلا نمیدونم پلیسی واقعا تو، آقا تو وقتی میگردی یه خونه رو میدونی که هیچ اثری از طرف نی خونه به نامش نیست و حتی یه دونه تار مو هم پیدا نکردی، چیزی که خودت داری به محب میگی که یه تار مو هم پیدا نشده و هیچ اثری ازش نبوده، پس این آدم به کارش مسلط بوده، بلد کار بوده، حرفه‌ای بوده، میدونسته که بلافاصله سرنخاشو پاک بکنه، میدونسته که هیچ اثری از خودش نذاره. و تو میگه به خودش که همه چیو میدونه، میگه میگه که اثر انگشت ازت بوده. خب میفهمه داری دریوری میگی دیگه. این چه یه دستیه مثلا داری میزنی که طرف برینه تو خودش بعد بیاد همه چیو بگه؟ خراب کردی، خراب کردی. الان میخنده، هر چیز دیگه هم بگی بازم جدی نمیگیره دیگه، میدونه که یه دستیه. از پلیس تو این سریال دارم ناامید میشم واقعا. علت خندش هم همینا که تا چرت و پرت نگو بیا پایین. آدرسشون، شماره‌شون، هر چیزی که به این پرونده ربط داره رو یارو این همه تمیز کار کرده که به این مرحله نرسه، بعد توقع داری حالا که گرفتیش به تامینار بگی؟ خب اگه می‌خواست بگه که انقدر تمیز کار نمی‌کرد. چنگا این جای چنگا، من الان ذهنم رفت سمت دو تا چیز. یا میتونه به قول شما هم گربه هایی بوده که مثلا واسه چون تومه میذاشه تونه ماهی رو پرت میکرده، بعدش میرفته سر وقتشون میکشتشون، مقاومت گربه ها باشه چنگ انداختن. یا موقعی که داشت ساحل رو خفه میکرد، ساحل دست و پا میزد، سر اون چنگ زدن های ساحل باشه. اینکه حالا داره اشاره میکنه بهش، نمیدونم میشه ازش تست دی ان ای گرفت یا نه. تا جایی که من میدونم مثلا روی ناخون و اینا میشه تست دی ان ای گرفت. حالا اگه میدونید بگید، اگر نه که من چرت و پرت میگم، ولی میدونم که میشه فکر کنم از روی چنگ زدن و ناخون و اینا یه تستای گرفت تست دی ان ای که آیا اثری ازش هست یا نه. اگه گربه باشه که هیچی. البته در خصوص گربه خیلیاتون هم گفتید که چرا خب پلیس پیدا نکرده تون ماهی که مثلا واسه گربه انداخته، یا جنازه گربه رو پیدا نکرده. خب جنازه گربه رو پیدا بکنه میتونه این حدسو بزنه که اون کسی که گربه رو کشته گربه بعدش میاد، یا نمیدونم روی تون ماهی که اونجا مونده یه اثر انگشتی پیدا کنه. منصور حواسش به همه اثر انگشتی که گذاشته بود و هیچ ردی از خودش نذاشت، ولی تون ماهی که گذاشت واسه گربه خب اثر انگشتش مونده بودش. فکر کنم کمک بکنه، فکر کنم دوباره برن سر وقت اون ویلاه. حالا من تو این قسمت میرن، قسمت بعدی میرن، ولی فکر کنم باید برن. خیلی تاثیرگذار بود اعتراف گرفتنش با این لبخند زدنش، خیلی رو اعصابم ها. قشنگ اسکل کرده پلیسو. منم روی منصوره کراش میذارم برعکسه، به چون که حالا ازش بهم خور. خیلی خوبه لبخند میزنه، کهیر میزنم. کاش اینو من سینما میدیدم. حیف اشتباه کردم، زودتر دیدم. چون دریوری بنویسه باشه بعد بیاد اعتراف کنه. الان فوشموش نمیشه واسه شما. همو ببین من مشکل زودتر فهمیدم. آخه چرا باید بنویسه؟ بابا تو همه تمیز کار کردی، بعد بیا بگی آره من کشتم سایلو. وای حالم داره بد میشه. خندش یاد چیز افتادم. تد باندی، نمیدونم ماجرای تد باندی رو شنیدید یا نه. یه متجاوز قاتل سریالی طور هم بود، یعنی همه کار میکرد، هم قاتل سریالی بود هم مرده باز بود. ببین دیگه اون چی سمی بوده، هم متجاوز بود و چند فقره از این کارا داشته. و جالب اینه که یک بار زندان افتاده تد باندی، حالا ویدیو در خصوص پوستشیره ولی خیلی جالب بود واسم. یک بار افتاد زندان، وکیلم بودش، وکیل و روانشناس بودش، طوری از خودش دفاع کرد که یک بار آزاد شد، بعد دوباره چند فقره از این کارا داشت و دوباره گرفتنش. یک بارم فرار کرد از زندان. ببین اون دیگه چه سمی بوده و انقدرم تمیز کار کرده، هیچ چیزی ازش نبودش. آخه اصلا اگه اشتباه نکنم تو زندان به خود تد باندی تجاوز کردن دست جمعی. چی نوشتی؟ گردن نمیگیره. دوست دارم به تو کمک کنم. چقدر حرفه‌ایه. همه چیز با جزئیات نوشتم. یه تنه کل آگاهی رو اسکل کرده بسخوش. چقدر دقیق و حرفه‌ای کار کرده، چقدر تمیز کار کرده. قاتل واقعی فرار کنه.
هیچ مدرکی ازش ندارم، میخوان رو چه حساب بگیرنش؟ آخ شاهدات واسه نمونه اثر انگشت و دینیت که تو صحنه جرمم بوده توضیحی داره. باز داره رو این اصرار میکنه بابا. خب میخنده بهت دیگه. میخندی؟ من میتونم برگه پزشکخانه رو که تایید کرده رو ببینم؟ دیدی ریدی؟ این مطمئنه خب اثر انگشتی ازش نمونده. وقتی میاد با دستمال تمیز میکنه، پلیس هم میدونه که این اثر انگشتی به جا نذاشه. چرا مثلا یه دستی مزخرفی میزنی آخه؟ خیلی به کارش مطمئنه طرف، میدونه اصلا باگ نداره کاری که کرده. این الان تنها چیزی که ازش داره پلیس، که تازه نداره میتونه داشته باشه، یه دونه اون کنسرو که نه حالا تون ماهی است، یه دونه شیرین که تازه شیرین هم آدمی نیستش که بشه رو حرفش حساب کرد. کجا معلومه مثلا شیرین دروغ نگفته باشه؟ برای همین خیالش راحته که هیچ مدرکی نیست ازش. حرفای شیرین هم خب با عقل جدا نمیاد. من خودم تو صحبت شیرین چند تا باگ بزرگ درآوردم. من تو این قسم فکر کردم که باید مشکا تقابل داشته باشه با منصور، جدالشون جالب میشد، ولی رسول رفت خراب کرد. چه خبره؟ علیرضا استادی، من تو یه ویدیوی بد سوتی دادم، یعنی چون داشتم همون موقع میدیدم و داشتیم صحبت میکردیم در خصوصش، عباس رو من فکر کردم علیرضا استادیه، خیلی شبیش بود و اشتباه کردم پوزش. خب این الان کیه؟ بذار یعنی علیرضا استادی نقش یه شاهد رو قراره فقط بازی بکنه، همینقدر کوتاه؟ بازیگر خیلی خوبی ها، بعید میدونم همینقدر کوتاه بخواد بازی بکنه. بچه یه سوال، اگر که شما متوجه شدید، یعنی شما با من هم نظر هستید، حتما تو کامنت ها بگید. بهروز که همین علیرضا استادی هست شل میزنه، حالا این اصلا هیچ ربطی به این ماجرا نداره، یا اینکه اتفاقا شل زدن مربوط میشه به همون شل زدن آدم اصلیه یا یکی از آدمایی که حالا توی این ماجرا نقش داشتن، نمیدونم، ولی شل زدنش مشکوکه دیگه. حداقل نمیتونیم گوشی زدن داشته باشیم که علیرضا استادی با کاراکتر بهروز داره شل میزنه. آیا مشکوکه؟ ولی فکر کنم مشکوک باید باشه، چون بازیگرش علیرضا استادی هستش و علیرضا استادی هم بازیگری هستش، بالاخره خب نقشای کوتاه بازی نمیکنه. بعید میدونم فقط به عنوان یه شاهد بیاد چند سکانس بازی کنه و بره. فکر کنم یه پای ماجرا باشه. بچه‌ها الان من یه چیز دیگه هم به ذهنم خطور کرد، اینم شما تکمیلش بکنید. جور در نمیاد الان بهروز میگه که ما تو کار خرید و فروش ملک و نمیدونم ویلا و اینا بودیم، خلاف کجا بود؟ بعد در حالی که خونه زندگی معمولی هست، کسی که تو کار خرید و فروش ملک هست، حتی اگر صاحب ملک هم نباشه، دلال باشه، باز یه سود خیلی خوب میبره از این ماجرا دیگه. نباید وضع مالیش اینطوری باشه، خونه زندگیش این شکلی باشه، توی منطقه نسبتا پایین زندگی بکنه دیگه. و از این طرف حالا خونه نسبتا معمولی توی منطقه ضعیف و پسرش گوشی آیفون 13 پرو مکس داره و میگه که من کار کردم اینو خریدم. آخه خب بقیه هم کار میکنن، این هم آدم دارن سر کار میرن ولی نمیتونن بخرن، دخل و خرجه با هم نمیخونه. بعد تو مثلا میگی کار من پیک هستش، خب درآمد اونقدر بالا نیستش که تو بخوای بتونی آیفون 13 پرو مکس بخری. یه ذره در نظرم دروغ داره میگه، با عقل جدا نمیاد. به به، اون تقابلی که من قسمت قبلی خیلی منتظرش بودم، مشکات و منصور دوستان به کتک کاری بکشه. قشنگ پلیس و اسکول خودش کرده، نگاه موزرا، انگار منصور الان تو موزه قدرته، از بالا به پایین نگاه میکنه، مسخره میکنه. پلیس خیلی داره منو هرس میده، خیلی خنگ داره عمل میکنه. بابا تو مگه نیومدی گفتی که اون عرق فروشه منصور دیده؟ حالا منصورم ندیده باشه، بالاخره آدرس خونه رو داشته. خب میتونه بیاد شهادت بده که این آدم با این مشخصات توی همچین ویلایی که اتفاقا ساحلم اونجا بوده دیده شده، یا اون بقال محله بالاخره دیدتشون، میتونه بیاد یه کوچولو گرا بده. چرا سر وقت اونا نرفتن؟ سر وقت بقاله و عرق فروشه نرفتن؟ شاید هم برن، حالا نمیدونم، تا الان که نرفتن. مهم داره دست میذاره رو نقطه ضعف طرف، اینکه حساس بود رو داداشش و اینا. نه ممکن بخواد عصبیش کنه. یه علامت سوالی پیش اومد باسم، تو کامنت ها شما بگید حتما اگر که متوجه شدید. معنی صحبت های مهم اینه که اون آدمی که حالا مثلا منصور باشه هم جنسگرا هست، یعنی حالا به خاطر ممیزی ها نتونسته مستقیم بگه، چون میگه که تجاوز هم مربوط میشه به قبلا موقعی که حالا ساحل تو اون ویلای بوده. یه خب منصور هم جنسگرا بوده، با توجه به تمایلات زیادی هم که به داداشش داشته و اینا، فکر کنم رو داداشش بعد چیز بوده زده بالا. بعد اگر که خب هم جنسگرا باشه، پس شیرین این وسط چی میگه؟ زن صیغه ایش بوده، یعنی حتی دوست معمولی هم نبوده که مثلا میگه خب دوستشه، با زن صیغه ایش بوده. اگرم که همجنسگرا نبوده، علت اینه که این همه مدت تنها بوده، یه عقاب تنها بوده، سینگل بوده، نه ریلی، نه نامزدی، نه زنی، نه حتی با ساحل کاری داشته، دستم بهش نخورده، نمیدونم اصلا کمکی میکنه به ماجرا یا نه، ولی اصلا علامت سوال بودش که
همجنسگراست یعنی یا نه؟ به این منصور داره یه گراهایی میده، ولی خب میدونه هرچی هم بگه خود چون مدرکی علیهش نیست پلیس نمیتونه کاری بکنه. یعنی مثلا داره یه طوری غیر مستقیم میگه که آقا طرف میدونسته که شما قرار بری سر وقتش، یا اگر که سر وقتش نمیرفتید ساحل نمیمرد و نمیکشتنش، ولی خب مدرکی علیهش نیست دیگه. آجی قشنگ پلیس رو ایسکا کرده. لامصب تو متهمی، تو الان با جواب پس بدی. نشسته داره مهم مشکاتو انگولک میکنه، ازش سوال میپرسه. آدم میکشتی چه حسی داشتی؟ تو منم بگم وقتی آدم کشیدم چه حسی داشتم؟ دهنش برید؟ سوتی داد؟ برگردم نقل آدم میکشم؟ نکنه جدی جدی داره اعتراف میکنه. نه فکر کنم چیزو داره میگه، صابر رو داره میگه، چون میگه همه زندگیم بود داداش همون. ولی بازم اعتراف کرد که رو کشتن صابره. حالا بازم حکمش اعدامه دیگه، میفرستنش بالا دار. در عجبم صابر رو داره گردن میگیره، تو که بالاخره اعدام میشی، چه فرقی داره مثلا ساحل رو گردن بگیری یا صابر رو؟ چرا صابر رو گردن گرفتی با وجود اینکه میدونی اعدام میشی ولی ساحل رو گردن نمیگیری؟ اوج وقاحت ها، بشینی تو آگاهی جلوی مسئول پرونده خیلی ریلکس باید بگی من شاش دارم. وای جیش دارم. این میگه شاش، اون میگه جیش. چقدر بد خندیدم من. این سکانس مطمئنم تو سینما سالا منفجر میشه خنده. آقا یه چیزی الان گفت جیش، یا حالا به قول خودش چاش، اینم اگر که کسی میدونه لطفا بگه، حالا نمیدونم کی میتونه جوابشو بده. آیا میشه از طریق ادرار هم تست دی ان ای گرفت؟ یعنی مثلا محب یهو فریک بزنه بره ویلاه دستشویی‌ها رو بگرده، یه قطره شاش پیدا بکنه، بعد یه قطره از شاش اینم بگیرن پیدا بکنن بردارن مقایسه بکنم و ببینم که آیا تطابق داره یا نه. میشه؟ یعنی همچین چیزی هست یا من دارم خیلی فضایی فکر میکنم؟ اگر هستش تو کامنت بگید که آیا مثلا میشه از روی شاشه یه نفر دی ان ایشو پیدا کرد یا نه. مثلا موهب بره خونه هر رو پیدا کنه، یه قطره پیدا کنه کافیه دیگه، میبرنش آزمایش، اینم یه قطره پیدا کنه میبرن آزمایش دیگه، کنار هم قرار بدن که آیا یکی هست یا نه. جالب میشه، فرض کن طرف با شاش خودش گیر بیفته، جز شاش دیگه چی میتونه گیرش بندازه؟ همون کنسروسی، وگرنه جز این لوتا هیچ اثری ازش نیست، هیچ اثر انگشتی ازش نیست. بخاطر اینقدر مطمئنم خندید به رسول، وگرنه یه ذره کلاپس میکرد. دوربین رو این مودت بود، فامیلیش خیلی زوم میکنه، تمرکز میکنه روش. الانم که رسول گفتش که مشکات اعتراف رو میگیره یه کوچولو جا خورد، نمیدونم بازم میخواد ما رو بفرسه یه جا دیگه یا نه، یه خبرایی هستش از این مبدت، یه چیزی در میاد، پلیس نفوذی هست. پلیس نفوذی الان پیدا نکردن و الان فرستاد مبدت رو بره سر وقت حمید و بهنام، ولی بازم به این فکر نمیکنم بابا برن عرق فروشه رو بیارن، بقاله رو بیارن، حداقل چهرهشو بتونن تشخیص بدن آیا این آدم همون هستش یا نه. چرا این کارو نمیکنن؟ همون شد. آه نه گربه دید، شبیه تیتراژ پایانش بود آهنگ. بهترین راه برای اینکه ازش اعتراف بکشه اینه که بندازنش توی اتاق پر از گربه، خل میشه، یعنی حاضره که اعتراف کنه، همه چی گردن بگیره، قتل خاشقچی هم گردن بگیره، ولی رهاش کنن از گربه ها. خیلی روش قشنگی ها، قشنگ بازجویی روانیه. من هیچ، من نگاه، قسمت جذابی بود، اونطور که فکر میکردم نبود که تقابل خفن بین موهب مشکات داشته باشیم یا مثلا یه فلشبکی باشه. یعنی چند دقیقه بود، خیلی تایمش کوتاه بود، بذار یه لحظه، 42 دقیقه بود بچه ها، خیلی تایمش کوتاه بود. چند تا نکته، بذار یه نقدی به سریال بکنیم. اول وقتی یه سریالی انقدر مورد استقبال قرار میگیره، مردم باش حال میکنن، چرا یهو میزنی تو ذوقشون؟ یهو نمیدونم اکران میذاری با بلیت 60000 تومانی، دیر پخشش میکنی، یه بار میذاری ساعت 1:30 شب، بعد این همه تبلیغ قبلش چیه؟ خب یه سری اشتراک خریدن، واسه چی باید تبلیغ واسه اونم پخش بشه؟ خب طرف اشتراک گرفت، حالا اون اگه فاکتور بگیریم ازش، تایمش خیلی کوتاهه، خیلی تایمش کوتاه بود. یه آب بندیه به نظر من،
وگرنه زودتر از این نمیتونه سمون بشه. حالا اینا رو اگه بذاریم کنار، قسمت جذابی بود با وجه اینکه خب بهتر از این نمیتونست باشه، ولی خیلی حال کردم با منصوره. قشنگ به نظر میتونست آدم رو روانی بکنه. فکر کنم اگه یه کوچولو دیگه بازجویی طولانی تر میشد، قشنگ من یکی رو که روانی میکرد. حالا همه اینا رو فاکتور بگیریم، بیایید در خصوص این قسمت صحبت بکنیم و اینکه آینده چه اتفاقاتی میفته. حالا اگرم که شما تحلیلی تئوری فرضیه‌ای داشتید حتما تو کامنت ها بگید. من همین الان دیدم شاید چیزایی که الان بداهه تو ذهنم اومده و دستگیرم شده رو بگم دیگه، قطعا چیزای بیشتر به مراتب تو ذهن آدم به وجود میادش. قضیه رضایت مادر شروع بکنیم. خب رضایت دادن اولویت با پدر هستش. اینکه الان مادر اومده رضایت داده، فکر کنم به این معنی هستش که پدره دیگه نیست. حالا خود پلیس اومد گفتش که گم و گور شده، ولی فکر کنم گم و گور شدنه از اوناست که منصور دخل طرفو در آورده و کشتش و خیالش راحته که پدرم نیست. برای همینم با خیال راحت و خاطر جمع اومد یه قتل رو گردن گرفت، یعنی با یه تیر دونشون زد. هم میدونست که مادره میاد رضایت میده بالاخره بچه‌شه، هم از طرفی یه جورایی داره فاز صداقت برمی داره دیگه، میگه آقا من اگه میخواستم گردن نگیرم، خب اینا گردن نمیگرفتن دیگه، واسه چی باید بیام میگم داداشمو کشتم. یه قتلی رو گردن میگیره که بگه آقا من دارم باهاتون صادقانه پیش میرم و من کاری نبودم، نمیدونم هدف من همکاری با شما هستش، درست که یه کاری ماجرا هست و دیگه مادرم میاد رضایت میده. باز هم با وجود اینکه حالا رضایت قراره بده، بالاخره جنبه عمومی داره جرمی که داشته، حتی اگه طرف رضا بده بالا دار نمیره، ولی جنبه عمومی جرم رو داره. نکته بعدی، پلیس دنبال یک بهونه‌ای میگشتش که این آدم بتونه نگه داره یه مدت تا بخوان به چیزایی برسن. بابا این همه اتفاق هستش که تو میتونی به خاطرش نگهش داری، نه فقط به خاطر قتل ساحل، نه فقط به خاطر قتل صابر، حتی اگه مادرش هم بیاد رضایت بده. طرف نمرد، اومد صحنه سازی کرده، گفته من مردم. این خودش یکی از بزرگترین جرم‌ها هستش که یک نفر بیاد صحنه سازی بکنه و نمرد باشه که من مردم. به هویت جعلی داره زندگی میکنه با یه شناسنامه دیگه، این خودش میشه جعل اسناد رسمی. یه قبری هم که این وسط انداخته، گفته آقا من مردم، این خودش یه جرم دیگه هستش. سرقت از طلا فروشی و قتل عباس که خود نعیم میتونه بیاد شهادت بده، این همه جرم هستش، فقط الان من یادم اومدش. بعد اون وقت نمیتونم به خاطر یکی از این جرایم اینو یه مدت نگهش دارن، این همه جرم مرتکب شده. و از طرف دیگه یه چیزی که داره من خیلی کلافه میکنه اینه که پلیس چرا نرفت دنباله عرق فروشه و بقاله. برای بار هزارم دارم میگم، چون دارم کلافه میشم، خیلی اعصاب خرد کنه ماجرا که حاضرم برن سر وقت بهنام و حمید، ولی حاضر نیستم برن سر وقت عرق فروشه. علیرضا استادی بالاخره وارد داستان شد، اولش بکردم عباس هستش که نبودش، ولی شل زدن علیرضا استادی مشکوکه. من همچنان بر این باور هستم که آدم ربا دو نفر هستش، یکیش منصور، یکی دیگه‌اش من باز احساس می‌کنم زنه، ولی اگه زن نباشه شل زدن علیرضا استادی مشکوک هستش. اینو گوشه ذهن اون داشته باشین، با توجه به اینکه علیرضا استادی هم بازیگر نیستش که نقش کوتاه بازی بکنه. این تا اینجا. در خصوص اینکه منصور آدم اصلی ماجرا هست یا نه، من تو ویدیو قبلی مفصل در موردش صحبت کردم. چون در خصوص اینکه منصور آیا خودخواسته گیر پلیس افتاده یا نه، پلیس گیرش انداخته. اینکه آیا منصور همه کار ماجرا هست یا نه رو فقط می‌خوام الان در موردش صحبت بکنم. ببین خب منصور اگر آدم اصلی ماجرا باشه، به عنوان یک آدم خیلی پولدار، واسه چی باید همه کارا رو خودش انجام بده؟ چرا باید ریسکشو به جون بخره از ساحل مراقبت بکنه؟ یه ویلا با کمترین امکانات با یه کنسرو لوبیا سر بکنه، هی دستشو بشوره، نمیدونم در و دیوار تمیز بکنه، اثر انگوش ازش نباشه، اینقدر سخت زندگی بکنه که چی بشه؟ انتقامی هم نگرفت که اونجا از ساحل، یعنی نه ساحل کش، نه تجاوزی کرد بهش. خب می‌خواستی مراقبش باشی، یه نگهبان هم می‌ذاشی بالا سر ساحل، کار در میومد دیگه. چرا باید خودت بیای بالا سر ساحل که چیشه؟ اگه تجاوزی قرار بود بشه، اگه قبول ساحلو بکشه، منطقی در میومد، ولی چرا باید خودش ریسکشو به جون بخره در صورتی که با ساحل هم کاری نداشته باشه؟ ضمن اینکه تو اون قسمت قبلی تو ریویوی که داشتش همه کارا داشت میگفت منصور انجام داده، منصور ساحلو کشه، منصور گازوئیل ریخته تو خیابون، منصور داشت ساحلو خفه میکرده، در صورتی که گازوئیل ریختن تو خیابون ما فهمیدیم که نریمان این کارو انجام داده، کامران تفتی، که اصلا پلیس از اون گازوئیل ریختن رسید به نریمانه. بعد چطوری میشه که منصور همزمان همون کارو داشت انجام میداده؟ نمیدونم، باحال جورا نمیاد. ولی چیزی که خیلی مبهمه اینه که یه نفر که آدم اصلی ماجرا هست، این همه پول داره، قدرت داره، میتونه یه باندی رو تشکیل بده، چرا بعد خودش ریسکشو به جون بخره، خودش جرأت بکنه جلوی ماشین پلیس بیاد ساحلو بکشه که ممکنه بعدش گیر بیفته؟ چرا مثلا بعد گازوئیل بریزه تو خیابون در صورتی که میتونه یه نفر دیگه بیاد بریزه؟ چرا بعد اون بیاد به نعیم طعنه بزنه در صورتی که یه نفر دیگه میتونه بزنه؟ خودت میتونی باند رو لیدری بکنی دیگه. این یه ذره من علامت سوال هستش. برای همین احتمال اینکه یک نفر دیگه به عنوان آدم اصلی هست و حالا از منصور به عنوان یک آدم داره استفاده میکنه، یعنی منصورم جزی از این آدما هستش، جزی از این باند هستش، منطقی هستش. حالا منصور روانی هستش، خواسته از نعیمی انتقامی بگیره، عضو از این ماجرا شده، نفرم داشته این تیمه رو هندل می‌کرد، این به نظر منطقی تر در میادش که منصورم عضو از این گروه هستش. اینکه منصور گفتش که ساحل رو من نکشتم،
به نظرم داره راستشو میگه. میدونی مثل چیه؟ مثل اینکه الان مثلا این تو جیب من باشه، بعد یه نفر بگه که آقا میکروفونه دست تو، بگه نه دست من نیست. دروغ نگفتم دیگه، دست من نیستش، یه تو جیبمه. یه همچین چیزی. درسته توی ماجرا بوده، ولی قاتل ساحل نبوده منصور. یه مثال خیلی واضح زدم که کاملا مشخص بشه. این توی ماجراها بوده منصور، ولی اون کسی که به ساحل شلیک کرده منصور نبوده، یه نفر دیگه بوده. و نکته بعدی، اگر منصور آدم اصلی ماجرا باشه، من دلیل انتقام منصور از نعیمو اصلا نمیفهمم. بازم میگم حتی اگه این آدم روانی باشه، اصلا خلوچل باشه که حاضر شده داداشش هم بکشه، بابا تو خود داداشت رو کشتی. حتی اگر همین رو از چشم نعیم هم ببینی، چرا باید اینطوری از نعیم انتقام بگیری که 15 سال صبر بکنی، این همه سناریو بشینی، اینقدر تمیز کار بکنی، به همه مثلا میگی که اگه پلیس اومد سر وقت تو اینو بگید، نمیدونم سفید سازی بکنی خودتو سفید بکنی واسه همه، که آخرسر بگی دختر نعیمو بکشی؟ مگه مثلا کیه؟ مگه دختر رئیس جمهوری وزیری چیزی هستش با ماشینم میتونی بزنی زیرش انتقامت هم بگیری؟ نمیفهمم. و حالا اگرم واقعا میخوای انتقام بگیری، طبق همون چیزی که داشت به موبی مشکاتم میگفتش، میگفتش که از کجا میدونی؟ شاید طرف نمیخواسته ساحلو بکشه، شاید چون شما اومدید نجاتش دادی خواسته بکشتش. خب این انتقام چه جور انتقامی هستش که نه به ساحل خودش تجاوز میکنه، نه ساحل رو میکشه، نه با ساحل کاری داره، فقط یه گوشه گذاشته بهش کنسرو لوبیا میده؟ نمیفهمم این انتقامی که قرار از نعیم بگیره چی هستش. در کل این قسمت قسمتی نبودش که خیلی به ما اطلاعات و سرنخ و تئوری بده که بخوایم چیزی دستگیرون بشه. کلاً یک دوئل بین پلیس و منصور داشتن که منصور یه تنه داشت پلیس رو اسکل می‌کرد دیگه، بازیشون داده بودش و هیچی هم بهشون نمیگفت، سر کارشون هم گذاشته بودش. ولی حالا من دو تا فرض دارم که اگر شدنی باشه پلیس میتونه به یه چیزایی برسه. یک، چنگی که روی دست منصور هستش، فکر کنم چون دو بار هم دوربین روش مانور داد، همین که رسول ازش پرسید، بتونه یک کمکی بکنه به پلیس. دوم اینکه نمیدونم حالا آیا کمک می‌کنه به پلیس یا نه، شما بگید حتما تو کامنت‌ها. آیا میشه از طریق ادرار یه نفر ادرار یکی دیگر هم تطبیق بدم، اینا که آیا این دوتا ادرار مال یه نفر هستش یا نه، من حداقل از طریق ادرار بتونن که منصور رو گیر بندازن. این در این خصوص. نکته بعدی، شل زدن علیرضا استادی خیلی مشکوک بودش که میتونستم بهش برسن. اینا چیزایی بودش که الان من بزنم رسید، همین الان داشتم سریالو میدیدم، چیز دیگه بیشتر بزنم نرسیده. اگر که حالا شما چیزای بیشتری میدونید توی کامنت ها حتما بگید، تئوری هاتون تحلیلاتون رو بگید، با هم دیگه قطعا به یه چیزی میرسیم. این تئوری ها و فرضی ها رو کنار هم دیگه میذاریم و به یک نتیجه میرسیم. به هر حال توی ویدیو دیگه یه تئوری کاملتر و جامع‌تری خواهیم داشت در خصوص این قسمت و آنچه در قسمت های بعدی رو خواهد داد. دو قسمت مونده دیگه، من کم کم به حاضر بشم برم لوتوس مال و اکران مردمیش هستش. واسه من که دیگه الان جذابیتی نداره، چون دیدم میرم بیشتر از اونجا واسهتون ویدیو میگیرم و حالا هواشو واسهتون بلاگشو میگیرم. اگر که از این ویدیو خوشتون اومد، این ویدیو رو لایک بکنید، کانال رو سابسکرایب بکنید، واسه دوستاتون بفرستید. تو کامنت ها حتما لطفا تحلیل ها تئوری های خودت رو بنویسید و اینکه به نظر شما ماجرا چه قراره، منصور آدم اصلی ماجرا هست یا نه، یا اصلا منصور هیچ کاره هستش، اینا میتونیم یه گوشه داشته باشیم. شریک منصور کی میتونه باشه، همدست منصور، و کی توی ماجرا هست، آیا علیرضا استادی مشکوک هستش یا نه، و اینکه از چه طریقی میتونن به یه سرنخ بزرگ برسن. حتما تو کامنت ها همراه باشید. تا ویدیوهای دیگه که ویدیو بعدی هم ولاگ هستش، خدافظ.